سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. امروز از نسل شاهنامه خونا و نقالای قدیم تعداد انگشت شماری باقی موندن. بچه حیف. مهمون این برنامه من آرزو داره که روزی جایی برای مردم به سبک همون نقالا، همون شاهنامه خونای قدیم نقالی کنه و شاهنامه بخونه. اگه توی اپلیکیشن تاخچه از کتابی خوشتون اومد، از طریق گزینه اشتراک گذاری میتونین کل اون کتاب یا بخشی از اون کتابو برای بقیه هم به اشتراک بگذارین. کیه که ندونه آخر جنگ رستم و سهراب به کجا میرسه؟ کیه که اسم کاوه آهنگر و ضحاک ماردوش به گوشش نخورده باشه و از حکایتشون بیخبر باشه؟ کم یا زیاد ما این قصه ها رو شنیدیم مرشد ترابی عزیز، ولی اونجوری که شما تعریف میکردی قصه های شاهنامه پرآب‌ورنگ‌تر میشدن، پرهیاهوتر می شدن. شما شاهنامه خوانی نمی کردی که، شاهنامه رو اجرا می کردی، یا شاید هم شاهنامه رو زندگی می کردی. بعید می دونم خود حکیم فردوسی هم می تونست اینجوری برای تعریف کردن حکایتهای شاهنامه رو صحنه چرخ بزنه، کف به هم بکوبه، چشم باریک کنه و متنتن و با زیر و بم حکایت بگه و شعر بخونه. لابد اونجا که الان هستید از پس 10-12 قرن بالاخره به هم رسیدید و بزم شاهنامه خونیتون برقرار و پر رونقه. میخوایم برنامه امروزمون رو به شما تقدیم کنیم، به شما که شاهنامه حکیم طوس رو دوباره به ما هدیه دادی، برای او که شاهنامه را به منظر چشممان آورد، برای مرشد ولی الله ترابی. امضا کتاب باز. خانم بهناز جعفری سلام، به کتاب باز خوش اومدید. سلام، شبتون بخیر. منم عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم این برنامه جذاب. چرا دوست دارین یه روزی یه جایی در حضور مردم شاهنامه بخونید و نقالی کنید؟ نمیدونم اینو از کجا متوجه شدین و کی بهتون گفته، ولی نقالی یک انرژی و یک پتانسیلی داره، مخصوصا برای زنها، و به نظر من همچنان دچار یک محجوریتیه که خیلی جا داره راجع به زنهای شاهنامه کار بشه، علل خصوص راجع به مثلا گردآفرید. اصولا شاهنامه خون هستید شما؟ نه، یک دوره موظف بودم به شاهنامه خوانی. به خاطر موظف؟ برای اینکه کلاسای تئاتری که میگذروندم باید راجع به این نقالی و این تأمل و این تأکید روی وزنهای شاهنامه باید کار میکرد. چقدر جالبیه، زرده برای اون کلاس ها برامون بگیم. ببینین، کلاس های خانم گلو بادینه بود و من خیلی به اون کلاس ها در واقع مدیون میدونم خودم. چون اصلا اولین کارتون هم سلطان مار بوده بر. که یه تئاتری مال خانم گلابادی. بعد کلاس ها رو میرفتین و اونجا میگفتن بهتون شاهنامه بخونیم. خیلی کار میگفتن بکنیم، زبان میخوندیم، باید خیلی اتودای عجیب و غریبی باید میزدیم و از جمله شاهنامه خوانی. خوب. و اون درس خیلی بزرگی به من داد تو اون دوران و همچنان احساس میکنم که یه گوشه از ذهن منو درگیر کرده و خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته، مخصوصا تو سالهای اخیر که دیدم شاهنامه خوانی چقدر تأثیر گذاره و چقدر میتونه که مدرن باشه حتی توی جامعه اکنون برای بچه ها، برای نوجوانا، و خیلی میتونه الگو باشه برای خیلی از بچه های نسل جدید. اصولا الان که گفتین شاهنامه میخوندین، کتاب خوندن به بازیگریتون کمک کرده؟ معلومه. چجوری؟ چجوری؟ ببینید، ما موظف بودیم که کتابا رو بخونیم و بیاییم هر هفته راجبش تعریف کنیم. خب، و راجب... این به بازیگری چه کمکی کرد؟ مثلا کتاب سیبل رو میخوندیم و
مجبور بودیم که از زبان گوینده نویسنده اصلی کار مجبور بودیم که بیایم راجع بهش تعریف کنیم و حتی همزاد پنداری کنیم راجع بهش، حتی یک کوچولو بازی کنیم و این خیلی کمک میکرد به پرسوناژ شناسی. چقدر جالب یعنی که شما کتابو میخوندین بعد اون شخصیت رو بازی میکردین و حتی شخصیت های فرعی رو، شخصیت هایی که تأثیر گذار بودن تو داستان مجبور بودیم اونا رو تعریف کنیم، خلاصه بنویسیم و کل ماجرا رو مجبور بودیم تو یک دفترچه ای جمع کنیم. بعد شخصیت های شاهنامه را هم بازی میکردی؟ نه شخصیت های شاهنامه رو نه، این اجازه فعلا یعنی پیش نیومده بود، یعنی این چی میگن این موقعیت برام هنوز پیش نیومده و خیلی دوست دارم این اتفاق بیافته. آن دوست دارین یکی از زنهای شاهنامه رو بازی کنیم؟ خیلی مثلا دوست. کدومشونو؟ گردآفرید. گردآفرید؟ آره. چقدر عالی. خیلی. شما غیر از اینکه علاقه دارین شاهنامه بخونین اصلا تالا چیز شده؟ من میدونم که قصه خوندین، داستان خوندین و داستانی که خوندین اصلا وجود داره. به خوندن علاقه دارید؟ یعنی به قصه گفتن، قصه رو با صدای خودتون بگید و بقیه بشنون علاقه دارید؟ به روایتگری علاقه دارید؟ من اجازه دارم یه چیزی بگم راجع به این که من به نظرم توی این نسل جدید و توی این سالهای اخیر آدم‌ها فرصت اینو ندارن که بشینن و قصه بخونن، یعنی اون آدابی که ما قبل از این داشتیم. آخ یه لحظه آدابو بفرمایید چی بود؟ آدابی که ببخشید که در واقع خیلی به خصوصیات آدم‌ها رجوع میشه، ولی اینکه ما قبل از اینکه بخوابیم عادت داشتیم یک کتابی که معمولاً هم یک نشانه ایلاش بود تا اونجا خونده بودیم و میرفتیم توی رخت خواب مثلا 10 صفحه 5 صفحه 4 صفحه دیگه میخونیم تا خواب ما را برباید، ولی این اتفاق به نظر من سالهاست که ور افتاده. اتفاقی که برای من افتاده، من تو این سالهای اخیر خیلی این نمیدونم ناخواسته همرنگ جماعت شدم و در واقع سعی میکنم که داستان رو بشنوم توی ماشینم از طریق کانالایی که حتی عضو هستم سعی میکنم که داستان رو بشنوم و حتی شاید این اتفاق تو این سالهای اخیر توسط همشهریم خیلی افتاد، اینکه من داستان رو میذارم. منظورتون همشهری داستان؟ همشهری داستان، ماهنامه همشهری. بله، یک اتفاق خیلی عزیزی هم که افتاد و من وفادار و خیلی ارادتمند آقای مسعود فروتن هستم، از همینجا خدمتشون سلام میکنم و خسته نباشید. یکی از در واقع صداهای تاثیرگذار توی زندگی من هستش آقای فروتن. حالا غیر از تمام اینها، من جزو نسلی هستم که داستان شب رو گوش میکردیم، جزو آدمایی هستم که بله من گرافیک میخوندم و شبا تمام این شبهایی که من در واقع کار گرافیکی میکردم صبحش قرار بود یه پروژه ارائه بدم داستان شب رو گوش میکردم، قصه شب و راه شب و اصلا بابتش مهم نیست، ولی من جزو همون نسل هستم که راه شب و در واقع گفتگوها و قصه شب خیلی راجع به این ماجراها خیلی پیگیر بودم، ولی ناخواسته این در واقع حالا تبدیل شد به کتابخوانی و قصه خوانی و یک سری انجام وظیفه هایی که باید تو این سال انجام میدم، ولی دوباره من احساس میکنم که شیفت کردم روی شنیدن و این اتفاق احساس میکنم که توی جامعه کتاب صوتی در کتاب صوتی، یعنی من الان آخرین چیزی که شنیدم بار دیگر شهری که دوست میداشتم، من بار دیگر شهری که دوست میداشتم آقای نادر ابراهیمی رو تو اون سالا میخریدم میخوندم و به همه هدیه میدادم، ولی الان خودم به طرز وحشتناکی دوست داشتم دوباره بشنوم با صدای آقای پیام دهکردی و خریدم و گوش کردم و همچنان که و خریدین و گوش کردین. من فقط بهتون بگم که توی اپلیکیشن تاخچه که همراه برنامه ما هستم کتابای صوتی هستن و میشه اونجا با قیمت در واقع کمتر از خود کتاب خرید و گوش کرد. خب به نظر من اتفاقیه که باید بیفته، یعنی توی این سالهای اخیر، یعنی برای گریز از این ترافیک، برای پیوستن و در واقع دور نبودن از مقوله کتابخوانی شاید این الان یه موقع کتاب آدم ها میخواندند تا خواب در به رو بایدشان، الان پس چه میکنند که خواب در به رو بایدشان؟ به نظر من خب یک موجود پلیدی مثل اینستاگرام هست،
یک موجود پلیدی مثل تلگرام هست. واقعا پلیدن اینا؟ آره به نظر من واقعا پلیدن. آخه بستگی به موجودات زردی هم به نظر من ما رو روحمون و وجودمون رو میدوزن. اگر که نه من معذرت میخوام که اینو دارم با شدت و حدت دارم میگم. به نظر من اگر که یک ریاضتی بدیم، یک روزه‌ای به خودمون بدیم و مثلا 2 هفته 3 هفته از این ماجرا خودمون رو تفکیک کنیم و دور کنیم، میفهمیم قدر عافیت میدونیم و میفهمیم که چقدر کم داره. چون اونا داره به ما خیلی خلاصه های زردی رو واقعا داره به ما القا میکنه. ولی کلمات چیپ بستگی به نحوه استفاده داره دیگه. نه نحوه استفادهش واقعا گریزی ازش نیست. یعنی نحوه استفاده نداره. تو ناخواسته نه تو ناخواسته درگیر یک سری جماعتی میشی که مجبوری برای تو اینقدر وسوسه انگیز یک سری تیتراییه که اصلا. پس شما معتقدین که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید و این دنیای مجازی رو مصیبت میدونیم؟ معلومه. ما برای اینکه قدر عافیت رو بیشتر بدونیم دوست دارین یه دم نوش یا چای بخوریم؟ بله. کدوم؟ نعنا اگه داریم. دمنوش نعنایی. دمنوش نعنایی تو همین الان من میرم براتون میارم که معدتون حال بیاد. متشکرم. چطور بود؟ درجه 1. خانم جعفری شما آشپز خوبی هستی؟ بله آشپز خوب قابل، ولی اگه دل بدم به ماجرا و دل میدین؟ بله اگه که همچین تو مودش باشم و اینا که کولا قشنگ میرین سر گاز و غذا خورد و خودتون وام اصلا چیزایی چی میگن یک تمهیدات تازه‌ای. مثلا یکیشو بگین. مثلا یه کوکو سبزی درست میکنم. من کوکو سبزی که شما درست کردین رو خوردم. بگم کجا؟ کجا؟ ما یه نمایش یک تئاتری با هم کار میکردیم که شما 2 دفعه کوکو سبزی آوردیم. آقای بعد... اشمید کیه؟ آفرین. کار آقای داود رسمی. بله. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمتشون کنه. برای همینه که برای ما هم کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز رو آوردیم. بله. کتاب. چون به آشپزی علاقه دارین؟ خیلی زیاد. مثلا گاهی وقتا که این کتابو باز میکنم مثلا میخوام راجع به شعله زرد یه چیزی بخونم که ببینم درسته تمام اون فرامینی که قراره انجام بدم، بعد یهو میبینم که رفتم تو بحرش 2-3 ساعتی درگیر چرا شدم. چرا اصلا آخه برای اینکه کتاب انقدر دلچسب و دلپذیر و لذیذه که من اصلا راجع به پیازداغ مثلا میام دوباره یک سری چیزا رو برای خودم یه جور خوبی هم نوشته شده. یعنی انگار آدم داره داستان میخونه، انگار آدم با... حالا یه چیزی میدونستین که آقای دریا بندری که با همکاری خانومشون خانوم فهیمه راستگار اینو کتابو نوشتن، تک تک غذاهایی که تو این کتاب هست خودشون درست کردن. برای اینکه ببینن طعم و چیزی که دارن میگن، یعنی خودشون انجام دادن بعد دستورالعملشون نوشتن. خب این کاملا ملموس و قابل باوره، برای اینکه انقدر لذت غذاها حتی مستطره توی دیالوگا و ارائه در واقع حتی مواد ماجرا. پس یه مواقعی میشین رو این کتابو میخونین. خب و... به من بگو ببینم صفحه 106 چی نوشته. خب 106 رو واقعا فکر کنم قسمت اول راجبه 286 چی نوشته. جلد 2 رو معمولا روزی صفحه... میکنم به خاطر اینکه فهرست اینجا جلد... نه من میخوام ببینم شما فهرست آخرشه. بله راجبه آشها پلوها همه اون فهرستو صفحه... پیدا میکنم. نه دیگه حالا شوخی دارم میکنم معلومه، ولی الان اینجا یه غذایی نوشته پاکورای برزیلی رو چجوری درست میکنن؟ نه دیگه واقعا سراغ اونجور چیزا نمیرم، چون یه سری اسانسا و چاشنیا و این چیزای عجیب و غریبی دارن. خمیر پاستا چی؟ آشپزخونه بزرگ و وسیع و گسترده میخواد من میکنم. ندارم. ولی واقعا کتاب خیلی خیلی نفیس و ارزنده و ارزشمندی برای ما آوردید. یکی از معتبرترین منابع یا اصلا میشه گفت معتبرترین منبع.
برای آشپزی که نه تنها دستورالعمل خوراکی ها و غذاهای خوشمزه داره، بلکه خوندنش همینجور که شما گفتین همینجوری هم لذت بخشه. کاملا. یعنی آدم میخونه و انگار بو و عطر و طعم رو حس میکنه. حتی یه جوری به نظر من آرام بخشه، برای اینکه یه ذره فاصله بگیریم. گفتین آرام بخش من نه، ولی واقعا جدای از همه چیز، یعنی اگر که بخوایم در واقع یه ذره مدیتیشن کنیم، حتی خب بخوایم یه ذره فارغ شیم از ماجراهای زندگی و جامعه پر از آره با خوردن و... خیلی با خوندن. شما گفتین که آدم برای اینکه به آرامش برسه، برای اینکه یه ذره از فشارهای عصبی فاصله بگیره، این کتابو بخونه کمک میکنه. من میدونم که شما سه تا کتابو گفتین که بهتون کمک کرده، که یه دوره‌ای که خیلی پرفشار بودید از اون فشارها فاصله بگیرین. از اون دوره و اون سه تا کتابم اگر می‌خواین برامون بگید. یه سه تا کتابی من معرفی کردم توی فضای مجازی، برای اینکه در واقع درگیر یک ماجرایی شدم، یک بیماری که راجع بهش هیچ توضیحی نداشتم تو ذهنم و برای خودم خیلی عجیب و غریب بود. خیلی با این در واقع این ماجراهای عکس امارای و نمیدونم در واقع نسخه پزشک و اینها خیلی درگیر شده بودم و احساس خیلی خیلی بیمارگونه ای داشتم و احساس میکردم که یک آدم مفلوکم و در واقع دستاویزی ندارم. خب ولی ماشاءالله خیلی سرحال، بله خدا رو شد، خدا رو شد. و فکر میکنم که خیلی از هم نوعای ما و کسانی که درگیر این ماجرا هستن، به نظرم اتفاق خوبی که افتاد برای من و وقتی که این ماجرا رو خیلی علنی مطرح کردم خیلی کامنت های خوبی دریافت کردم و این سه تا کتاب در واقع معرفی این ماجرای بیماری بود. چقدر جالبه، یعنی اینکه شناخت شما از بیماریه باعث شد که با بیماری راحت تر روبرو بشید. همون ماجرا که میگن دوست شی با ماجرا، رفیق شی، احساس کنی که در واقع یعنی کتاب کمک میکنه که ما مجهولاتی که ما رو میترسونه رو در واقع پیداش کنیم و دیگه نترسیم و راحت باشیم. آره دارم درست میگم؟ کاملا این اتفاق افتاد آقای صحت، یعنی به طرز عجیب و غریبی این سه تا کتاب اجازه داد که من راجع به این ماجرا، راجع به این بیماری آگاه بشم. خیلی و بتونم با دکتر مغز و اعصاب وارد یک بحث و گفتگوی تازه و آگاهانه ای بشم. یعنی چون من سری اطلاعات پیدا کردم. کتاب بهتون کمک کرد باش دوست بشین. آره ببینید، نه تنها دوست، راجع بهش آگاهی پیدا کنم. و اینکه میگن که تو در واقع هر بیماری رو راجع به در واقع راجع به هر بیماری آشنایی و آگاهی وقتی پیدا کنی میشه کنار زندگیت، نه اینکه مقابل زندگیت و باهاش وارد چالش و درگیری و جنگ بشی. این اتفاق افتاد. و از اینکه من راجع به این ماجرا حتی در واقع توی فضای مجازی مجبور شدم که خیلی علنی اعلام کنم که آقا جان اینو 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 این نیست و اینه، در واقع خیلی خیلی با شجاعت مطرحش کردم، خیلی اتفاقاتی خوبی افتاد. حتی در طول این سالهای اخیر من یک سری دوستان عجیب و غریبی پیدا کردم که مثلا فلانجا من گفتم که این اتفاق راجع به این بیماری اینجوری نیستش که ما نتونیم حتی قله رو فتح کنیم. حتی راجع به این ماجرا چند وقت پیش یک خانومی به من توی فضای مجازی باز یک مسیجی داد که من حاضرم بیایم با هم دیگه بریم قله رو فتح کنیم. چقدر؟ و من گفتم که وای چقدر خوب، من راجع به این مسئله واقعا وقت ندارم که بخوام انرژیمو بذارم، ولی اگر که 5 نفر شدین، 7 نفر شدین، من هستم جزء اون گروه کوچولویی که میخوایم با هم دیگه یک پرچم کوچولی روی رو بذاریم روی قله و بگیم که ما فتح کردیم. چقدر برای من جالبه، با وجود که از عمر اجرای من در برنامه کتاب باز خیلی نمیگذره، ولی من چقدر چیزای جالبی درباره کتاب فهمیدم با مهمونایی که صحبت میکنیم. برای بعضی ها کتاب تنهاییشون رو پر کرده، بعضی ها کتاب باعث شده که به آرامش برسن، عده‌ای با کتاب انگار زندگی‌های دیگری رو زندگی کردن، به سوالاتشون جواب داده شده، با بیماریشون دوست شدن، دوستای جدید پیدا کردن، نگاه جدید. کتاب کارهای زیادی میکنه. لطفاً
دمنوش نعناتون رو میل کنین و بعد باز با هم یه بخش دیگه صحبت. خیلی خوبه. بفرمایید. موشه جان. عالیه. ولی واقعا این کتاب به نظر من لازمه هر زن زندگیه که تو خونش داشته باشه. و هر مرد زندگی که داشته باشه. اصلا اتفاقا شاید نه تنها خانواده ها میتونم خیلی خوب استفاده کنم، مجرده هم که دیگه بیشتر احتیاج دارم. خیلی ولی وقت میبره. مجرده خیلی اهل این چیزا نیستن. عرض به حضورتون که ادبیات نمایشی. بله. چرا ادبیات نمایشی؟ تو اون دورانی که در واقع انتخاب رشته داشتیم تازه دانشگاه آزاد پا گرفته بود و اینها در واقع رشته هامون تفکیک میشه. من دوباره هم سن شما رو نمیپرسم. این دو دفعه است که نپرسیدم. همچنین محفوظ بمونه بین خودم یک رازه. تو اون دوره در واقع تفکیک گرایش ها خیلی چیز نداشت، در واقع جای انتخاب برای ما نداشت. بازیگری بود، ادبیات نمایشی و تازه داشت طراحی صحنه هم اضافه میشد اینا. که ما در واقع رفتیم سراغ ادبیات نمایشی که در واقع سوادمون ارتقا پیدا کنه، مجبور به خوندن بشیم و نمایشنامه نویسی و نمایشنامه رادیویی و در واقع این چیز رو بسرجم. خانم جعفری، من تو بخش قبلی گفتم سه تا کتابی که شما نمیدونم چی، اصلا اسم یکیش هم نگفتین. یکی از کتابایی که خیلی تاثیرگذار بود اسم زبان آدمیزاد بود. یک سری مجموعه کتاب فکر میکنم در واقع راجبه خیلی از بیماری ها به زبان آدمیزاد، خیلی به زبان، یعنی به زبان ساده، به زبان ساده، قلوم به سلومبش نکنه. و در واقع کسی هم که کتاب نوشته خودش مبتلا به همین بیماری هست و با یک گروهی در واقع تحقیق و پژوهش کردن که تمام تیتر ماجرا، فهرست کتابو که ببینیم، راجب ازدواج، راجب خوراک، تغذیه. یه چیزی من الان فهمیدم بگم، یه چیز خیلی جالبی چون رپ پیدا کرد. آقای دریابندری برای نوشتن کتاب آشپزی غذاها رو اول درست کردن بعد نوشتن. این کتابی که شما گفتین ام اس به زبان آدم میزد، کسی بوده که خودش ام اس داشته بعد اومده. برای اینکه یه کتاب بعد جوری به دل بشینه، آدم باید اون چیزی رو که میخواد بنویسه بهش اشراف داشته باشه و یه جوری زندگی درست شاید. نتیجه گیری درستی کردم یا اشتباه؟ کاملا. من یه چیزی شاید قبلا هم گفتم، به نظر اون نویسنده کتاب و خیلی از در واقع بزرگواران پروفسورها و دکترای مغز اعصاب، ام اس با هر کسی تعریف ویژه‌ای داره و مثل اثر انگشت متفاوته. یعنی شاید که من هم تعبیر و تفسیر تازه‌ای داشته باشم. یعنی شاید اینکه در واقع اون کسی که راجع به ام اس به زبان آدمیزاد کتابی که نوشته با یک سری پژوهشگر و اینها در واقع حلاجی کرده راجع به تغذیه‌اش، راجع به هر کسی باید ولی من بازیگر شاید بتونم برداشت تازه‌ای داشته باشم. شاید من توی بازیگری یک سری چیزای تازه‌ای به دست میارم و این خیلی عجیب و غریبه. شاید یه روزی، البته امیدوار نیستم اونقدر حالم بد شه که بگم یکی بنویسه یا، ولی خیلی تجربه های تازه‌ای برای آدم داره. مهم اینه که یک آگاهی عجیب و غریب آدم پیدا میکنه راجع به خودش و پیرامون خودش. ممکنه یه روزی بنویسینه جامعه خود. به نظرم جایی اینو داره که یک بازیگر هم راجع به این مقوله بنویسه. لطفاً اگر میشه بنویسین. تو رو خود منو متعهد نکنی. چشم. اصلا لطفاً اگه دوست داشتین بنویسین، اگه دوست نداشتین ننویسین. ولی خیلی واقعا من اینو گذاشتم، خیلی کار گذاشتم واسه دوره بازنشستگی. اینم آره یکیش. نه قبول دارم. اصلا دارم هی فکر میکنم من اونجا گفتم این کارو، راست حق داری. ولی الان این به یه کاری من یه خواهشی ازتون دارم، چون با همه مهمونای این اتفاق میفته. سه تا تصویر میبینین، بر اساس این سه تا تصویر همینجا یه داستان برامو مینویسین. بله. بفرمایید. شفاهی؟ شفاهی چی خانم؟ کتبی؟ مدرک میگیریم. بله بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید اینجا سه تا تصویر رو ببینیم. من بگم یا خودتون میگیرین اینا چیه؟ چوب لباسی؟ بله.
صندلی لهستانی؟ بله، یا صندلی هستم خواهیم براتون آسون ترش هم بکنیم. صندلی دوست دارین لهستانی؟ لهستانی. ساعت شنی؟ شنی. اونجا یه میز هست و یه دفتر و قلم. شما یه داستانی بنویسید که توش ساعت شنی، صندلی یا صندلی لهستانی و چوب لباسی فرمودین؟ بله دیگه، جارختی. جارختی چرا؟ بله، هر کدوم دوست داری. این سه تا باشه. چشم. خیلی متشکرم. منم یه ذره با بیننده ها حرف میزنم. کتاب بخونی. لطفاً از طریق سامانه 40-55 به نماد داستانی که مهمون ما داره می نویسه رای بدید. آرای شما میتونه 5، 10، 15 و یا 20 باشه. بعد از هر 6 برنامه آرای شما جمع میشه و به مهمونی که بیشترین رای آورده باشه کتابخونه‌ای با 100 جلد کتاب از طرف اپلیکیشن تاخچه اهدا خواهد شد. خواهش میکنم که نماداستان‌های خودتون را هم از طریق هشتگ نماداستان با ما به اشتراک بگذارید. خانم جعفری تموم شد؟ تمام. تمام. دیگه هیچ کاری باش نه. به به. کوتاه و موجز و مختصر. به 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 به. میخوایم بخونی؟ نه شما لطفاً. خودم بخونم بلند. بله بله. امضام لطفاً میکنی؟ بله دیگه، اینا بهناز جعفری. چه خوب. اسمتون و امضاتون یکیه؟ نه نه، امضای واقعی. بله بله. آها اینجوریه. چیز خاصی نداره. شبیه درخت امضاتون. شبیه دریا، آسمون، اقیانوس. خیلی متنوع میتونه باشه. خیلی هم عالی. بفرمایید بخونید. راجع به کار میشه شبیه درخت ها. نه الان اینجا گرد بود جا نشد و حالا بیشتر دریا و اقیانوس اینا. آره خیلی گسته، میتونه این قدم باشه، قدمی باشه. چوب لباسی، صندلی لهستانی و ساعت شنی بود آپشنای ما. بله. چوب لباسی لخت شد و ساعت شنی لباسی به تن کرد. از ورشو، از مرگ صندلی های لهستانی که در آتش کمونیست سوختن. جالب. خیلی ممنون. خیلی ممنون. چه ذهن تصویرسازی داریم. و نیمچه فعال. چه نیمچه فعال و خیلی فعال. خیلی فعال. ما میخواییم که به شما یه یادگاری بدیم از این برنامه. ده. یکی از این سردیس ها رو هر کدوم میشه خودتون علاقه مندی لطفا انتخاب بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. بله متشکرم. یه ذره فمینیست بازی در بیارم. بله هر کاری دوست داریم. پس خانم پروین اعتصامی رو برد. عالی عالی تو یه دونه است وسط این همه آقایون شاعر. بله شاعره عزیز. بله خانم جعفری، ما آرزومون در این برنامه میدونین چیه؟ نه. ما آرزومون در این برنامه اینه که روزی مردم ایران کتاب خون ترین مردم جهان باشن. آرزو خوبیه مگه نه؟ خیلی آرزو خوبیه، ولی به شرط و شروط ها. میخواین شرط و شروطش رو؟ شرط و شروطش اینه که اول با خودشون یک قراری بذارن و اون این که به خودشون به تدریج این ریاضت رو بدن، یعنی شروع کنن به روزه‌داری از همین موبایل، در واقع از این عادت روزمره. من مطمئنم خیلی از آدما توی رخت خواب چشاشون باز نشده دارن فضای مجازی رو سرچ میکنن که چه خبره با اینا. از این بابتای خوبه، ولی از این بابتای واقعا همین سمیه که الان در واقع ما رو از این فضای کتاب خوبی که یه ذره همون گاهی وقتی از فضای مجازی به فضای حقیقی بیاییم. کامل. ما به هر حال جزو آدم هایی هستیم که دیگه نامه و کاغذ و این ایداد و بیداد. من خودم عاشق کاغذ کاهی بودم، همیشه میگفتم این کاغذ چاشنی داره. یعنی چی؟ یعنی انگار این کاغذ ادویه داریه. آره راست میگی. کاغذ کاهی اصلا. بعد قلمم روش راحت میدوه. آره. کهنگیش. آره. یعنی آره. آدم رو به یک آره. حال پیرگونه خوب لذت بخش. خیلی
مثل کاغذ سفید درخشان و اینها نبود، ولی خب اصلا خود کاغذ نوشتن روی کاغذ مداد خود مداد. چقدر برنامه‌مون خوب تموم شد با عطر و بوی کاغذ کاهی، نوشتن نامه، خوندن کتاب. و خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و تشریف آوردین. مرسی از شما. خدا نگهدار شما. قربان شما. خدا نگهدار. خیلی از مجلات هم در اپلیکیشن تاقچه منتشر میشن. این مجلات رو هم از دست ندید. و ما رو در فضای مجازی هم دنبال کنید. کتاب باز تیوی. خداحافظ.